سلام، به گفتگوی ویژه از تلویزیون یک خوش آمدین. من میرویس آریا هستم. در این گفتگوی ویژه دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با ما هستند. آقای فیروز، سپاسگزار هستم از یک فرصت گفتگو را بر ما دادین. شما اخیراً نو بیمارستان را متوقف کردین کارش را و 28 بیمارستان دیگه هم جایگاهشان تنزیل یافت. در خبرنامه که از طرف وزارت صحت عامه نشر شد و در گفته های شما شنیدیم که اینا میارها را پوره نداشتن، این میارها کدام میارها بود؟ اون میارهایی که در مقرره مراکز صحی خصوصی دو سال پیش از طرف وزارت تصویب شده بود یا چیز دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و از طریق شما و تلویزیون محترمتان به بیننده های محترم شما تقدیم میکنم. در قسمت سوال شما جوابی است که چون نظارت یک اصل عمده است برای بهبود کیفیت خدمات، خصوصا در بخش صحت. ما در ظرف 3 هفته تعداد شفاخانه‌ای را که نظارت صورت گرفت از پیششان ای بود که ما لااقل ببینیم امی میارات عدی اقل، حتی میارات بسیار بالا را نمیگه، میارات منطقوی را نمیگه، میارات عدی اقلی که توسط مقرره سکتور خصوصی شفاخانه قبلا در وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری و اشتراک سکتور خصوصی انکشاف یافته بود و توافق صورت گرفته بود و تعهد سکتور خصوصی بود که باید لااقل میاراتی که برشون معرفی شده بود با این میارات مد نظر بگیرن. وقتی که ما از یان نظارت صورت گرفت و نظارت انجام شد توسط یک تیم متخصص در بخش های مختلف، مثلا متخصص در بخش مدیریت شفاخانه، متخصص در بخش لابراتوار، متخصص در بخش وقایه انتان، متخصص در بخش عملیاتخانه، وقتی که ما این نظارت انجام دادیم متاسفانه اکثریت شفاخانه های سکتور خصوصی این میارات عدی اقل برابر نبود، یا ایست که تعمیر فرسوده بود، تهویه وجود نداشت. شفاخانه اکثرا در اعلانات خود میگن که ما خدمات 24 ساعته به مردم افغانستان عرضه میکنیم، که متاسفانه اکثرا جایا شفاخانه بسته بود. نه تنها که 24 ساعته، در اعلاناتشان نوشته بود که ما متخصصین داخلی و خارجی را استخدام کردیم و در خدمت مردم قرار داره. متاسفانه رفتیم که نه متخصص داخلی بود و نه متخصص خارجی بود. لابراتوارها اکثرا خون از مریض میگرفتن بدون ای که معاینه بکنن، نتایج به مردم میگذاشتن و لااقل میارات، کثافت، عملیاتخانه، بانک خون وجود نداشت، اتاق عاجل موجود نبود. بنان ما تصمیم گرفتیم که تا تصمیم مایی بود که در قدم اول باید جوازشان کاملا یعنی سلب صلاحیت بکنیم، اما نو شفاخانه را مسدود ساختیم و برشان وقت دادیم که در ظرف 2-3 ماه آینده در صورتی که بتانن حداقل میاراتی که خودشان توافق کردن ای را برابر کنن و این میارا را بهبود ببخشن، ما برشان اجازه میتیم. اما اون شفاخانه که یک مقدار خدماتشان خوب بود اما شفاخانه نبودن، و یار تنزیل دادیم، خرد ساختیم که دیگه نام شفاخانه را باید سر خود نگذارن، بلکه مراکز ابتدایی تشخیصی باشن. چون یک تعداد وسایل تشخیصیشان خوب بود اما عملیات خانه نداشتن، بانک خون نداشتن، اتاق عاجل نداشتن، تجهیزات برای عملیات خانه نبود و یا متخصصینی که عملیات بکنن نبود. بنان لازم بود که ما باید یک تعداد تنزیل بدیم و یک تعداد مسدود بسازیم و یک تعداد دیگه ایم که عرضه خدمات لااقل در حدود 2-3 شفاخانه ای که میارات برابر بودن، خدماتشان با کیفیت بود، متخصص بود، و را نه تنها تشویق بلکه ترغیب هم کردیم، برشان تقدیرنامه هم دادیم و برشان حمایت خودم اعلان کردیم که در صورتی که دیگه هم بهبود ببخشن ما از ایشان حمایت. آقای فیروز، مقرری که از طرف وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان 2 سال پیش تصویب شده بود و گفتن که کل شفاخانه هم در این مورد توافق کرده بودن، در اونجا داشتن بانک خون، داشتن ساحه سبز، پارکینگ وسایتی، همه مسائل درج شده. حالا در جمله ای همه شفاخانه خصوصی که تنها در کابل هست چقدرشان همی میارها را دارد؟ چیزی در این مورد توصیه کردن برشان؟ شفاخانه هایی که ما نظارت کردیم اکثریتش میارات نداشتن، از این خاطر ضرورت بود که باید یک تعدادش کاملا مسدود شود. مثلا افزلسه شفاخانه بعضیش ادعا میکردن که ما میارات میبینیم یا میارات شما بسیار بلند است. این میارات حد اقل است که خودشان با ایشان توافق کرده بودند. با وجودی که این مقرره بعضی جا گپای غیر عملی هم دارد که ضرورت است باید اون مرور شوه و دوباره یک مقرره جدید انکشاف کنه. و طور مثال در اون مقرره گفته بود که باید امبولانس های هوایی موجود باشه، که یک گپ غیر عملی است برای حالات و اوضاع افغانستان.
ما او توقع نداریم که امبولانس هوایی داشته باشه. بله. و وقتی که امبولانس زمینی ندارن، امبولانس هوایی چطور میتونه داشته باشه؟ ما حداقل همون معیاراتی را که باید عملیات خانه داشته باشه، عملیات خانهش پاک باشه، بله. تجهیزات موجود باشه، تجهیزات ابتدایی، حتی ما نگفتیم سی تی اسکن و ام آر آی داشته باشه، لابراتوار باید خدمات معیاری با کیفیت بکنه، متخصص موجود باشه، دوای عاجل باشه که متاسفانه در اکثریت از او این معیارات حداقل هم موجود نبود. موارد در اون مقرره هست که شما نمیخواین اون رو زیاد جدی بگیرین چون عملی نیست. بله. مثلا امبولانس هوایی رو که شما گفتین، ساحه سبز، پارکینگ، این چیزا برای شما فعلا اولویت نداره، مسائل اساس‌تر است. بدون شک مسائل اساسی است که بدون شک وقتی که شفاخانه معیاری میگیم یا معیارات به سطح منطقه‌ای و جهانی میگیم، ضرورت است که دو باید همه چیز مد نظر بگیری. بله. شفاخانه در سایه باشه که دور از شهر باشه، تهویه شفاخانه درست باشه، تسخینش درست باشه، سایه سبز داشته باشه، پارکینگ داشته باشه، لفت داشته باشه، برای معیوبین زمینه رفت آمد موجود باشه. خو اینم چون افغانستان فعلا در او حالت نیست که و سرمایه گذارهای ما خصوصا سکتور خصوصی ما می توانایی رو نداره که چیزها رو مد نظر بگیره. لااقل به خاطر رفع مشکل مردم حداقل معیارات که لااقل پاک باشه. ما معیارات منطقوی و معیارات جهانی رو مد نظر نداریم که با سایه سبز باشه، پارکینگ باشه، برای معیوبین زمینه داشته باشه یا ایش که لفت موجود باشه. اما لااقل معیارات حداقل که یک تهویه خوب باید داشته باشه. بله. پاک باید باشه، وسایل حداقل موجود باشه وقتی که مریض عملیات میشه، یا ایش که بانک خون باید موجود باشه، اتاق عاجلش باید باشه، متخصص لااقل باشه، ادویه عاجل باشه که متاسفانه در اکثر جایایی نبود. یعنی اما حداقل معیاراتی را که یا وعده کردن و اساس و جواز گرفتن امورم یاد نداشتن. بله. و امورم یا انکشاف نداده بودن. بله. آقای فیروز، در مورد کار اخیرتان حرفای زیاد شما هم در مطبوعات داشتین، گفتگوهای زیاد داشتن که مسائل دیگه حل شده، اما بدون شک در یک جامعه مثل افغانستان که فساد در این جامعه ریشه دوانیده، مسدود کردن شفاخانه های خصوصی یا همچون اقدامات کار ساده نیست. یک تعداد از وکلای پارلمان، اعضای پارلمان افغانستان هم در شفاخانه خصوصی یا سهم دارن و یا از خودشان هست. نگرانی وجود داره که شما در قسمت او شفاخانه ها نتانین از عمل جدی به خاطر تطبیق معیارا کار بگیرین. شما شخصا نگران این هستین؟ با همچه موارد برخوردین؟ پیش از اینکه ما نتایج این ارزیابی خود اعلان بکنیم و تصمیم بگیریم، ما اول همین نتایج به شکل تحریری سر میز تمام اعضای محترم پارلمان در اولوسی جرگه و در مشتان و جرگه، خصوصا در اولوسی جرگه گذاشتیم. این اکثرت از نتایج کار خود با خبر ساختیم و دوم در کمیسیون صحت اولوسی جرگه هم با اعضای محترم کمیسیون صحبت کردیم، با رهبران حکومت وحدت ملی از نتایج یار در جریان گذاشتیم، حمایت از وار به دست آوردیم. بعد از او ما این نتیجه را اعلان کردیم و تصامیم خود اعلان کردیم. خوشبختانه که وکلا و نماینده های مردم در این قسمت ما را حمایت کردن و هیچ زنگی را به خاطر باساختن و نساختن از این ما از وا تال صادقانه بگویم که نه شنیدیم و نه به دست آوردیم. یعنی منای عزیز که ایشان حمایت میکنن، اما یک سلسله گپا هم وجود ده. اون شفاخانه ای که مربوط به خودشان بود و یا سهم داشتن ده، اونجا هم شما سر زدین و مثلا تغییر جایگاه دادن براشان، مسدود کردن، شامل هست؟ ما دیگه ایره مد نظر گرفتیم، نه ایره ما مد نظر نگرفتیم که شفاخانه مربوط به کی است. ما گفتیم که شفاخانه این معیارات است، مربوط به هر کسی که باشه باید این معیارات مد نظر بگیره. اما مشکل ما در این است که بازم یک سلسله پیامده و یک سلسله تبلیغات علیه ما در این قسمت صورت گرفت. مثلا یک تعداد گفت که فلان زبان از شفاخانه اکثرا مربوط به فلان زبان یا فلان مذهب یا فلان دین است، بسته شده یا باز شده. این گپا موجود بود. اما ما تیمی را که در این قسمت تعیین کردیم و انتخاب کردیم و اعزام کردیم، این تیم متشکل از تمام متخصصین بودند و از قندهار بود، از پکتیا بود، از بدخشان بود، از هموطنان هزاره ما بود، از هموطنان ازبک ما بود، چون ما پیامد همین کار خودم درک میکردیم. چون در افغانستان هر کسی بخواد یک تغییر بیاره، بهبود بیاره و یا کسی معیارات نتونه ببینه و یا معیارات رشد به تاجل برچسب میزنه که گویا ما مربوط به فلان زبان هستم، کسایی که کار انجام میتن مخالف زبان ما هستن. کی گپا رو میشنویم، اما این گپا تاثیر خود نداره چون کار ما صادقانه است، به خاطر بهبود صحت مردم افغانستان است. چون سکتور صحت و صحت ضرورت به این نداره که در او تعصب باشه و در او مخالفت باشه، در او موضوع تنظیمی باشه یا موضوع قومی باشه. وقتی که مریض مراجعه میکنه از هر قوم از هر زبان ضرورت داره که خدمات معیاری برش باشه. این شفاخانه‌ای که مسدود شده، بعضش در کتل خیرخانه بوده، بعضش در دشت برچی بوده، در کارتیسی بوده،
در زان قیمت بوده، در بعضی نقاط شهر بوده، یعنی مختص و مربوط به یک قوم یا یک زبان یا یک مذهب هم نبوده. اما چون بدبختی است در افغانستان زمانی که کار خیر صورت میگیره مانع مخالفت زیاد میشه و او را عاجل برچسب میزنن که گویا مربوط فلان تنظیم یا فلان زبان بوده. شما دو ماه پیش حدود دو ماه پیش با تلویزیون یک گفتگوی ویژه‌ای را که داشتن گفتن که روی مقرری کار میکنن به خاطر نرخ و دریافت پول در شفاخانه‌های خصوصی و در کل در مسلک طبابت. کارش تا کجا پیش رفته؟ چقدر تنظیم شده؟ بیشتر کار ارتباط داشت به اینکه یک مقدار معلومات از سروی یا از نظارتی که انجام دادیم به دست بیاید و دوم چون گفتم مقرره ایم که قبلا هم چی شده بود انکشاف داده شد و اکثرت فقرهایش غیر عملی بود، دیگه ضرورت بود که باز دوباره هم مقرره مورد مرور قرار بگیره و هم در قسمت یک نرخ ثابت و استاندارد و معیاری و که مردم افغانستان بتونه پرداخت کنه که ظلم هم نشه. کار در این قسمت جریان داره. این نتایجی که ما اخیراً به دست آوردیم این بیشتر ما را کمک میکنه که زودتر این مقرره را و نرخ ثابت و یا نرخی که لااقل مردم افغانستان پرداخت از او را کده بتانه و در مقابل اون نرخ چیزی که پرداخت میکنه باید خدمات کیفی و معیاری به دست بیاره. فعلا چیزی که به مردم میپرداخت او نوع خدمات برشان نبود. آن قریب انشاءالله تعالی این کار شدنی است و این کار تطبیق میشه و این نهایی میشه و ضرورت داریم ما که همکاری و حمایت کابینه را هم در این قسمت به دست بیاریم و پارلمان هم از وایش حمایت شه به دست بیاریم و این نرخ چون مشترکاً با سکتور خصوصی یک جا انکشاف داده میشه توافق قزوام ضروری است و باید یک کار عملی صورت بگیره چون یک موضوع تکنیکی است یک مقدار وقت گیره هم است. ادامه این گفتگو پس از یک وقفه کوتاه.